همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست. اینم یک از اون داستان‌های پردردسر به خصوص برای موضوع راستی آزمایی و در این فضای شبکه‌های اجتماعی هم خب خیلی پررنگ. الان می‌بینیم روسیه، اوکراین، جمهوری اسلامی، گروه‌های مختلف استفاده می‌کنن از تصاویر جعلی برای رسیدن به اون هدف سیاسی که دارن. بخشی از هر جنگی عملیات روانی و جنگ روانیه، ولی مبنای جنگ روانی داده‌های درست و ترکیبش با بعضی از اطلاعات هدفمنده، نه اینی که شما داده‌های دروغ رو منتشر کنید. اگر داده دروغ منتشر بشه چند دقیقه چند ساعت اثر داره، بعد به ضد خودش تبدیل میشه، چون مردم میگن که این بی‌اعتماد میشن. مثلا گفتن ما عین الاسد رو زدیم، کلی کشتیم، ولی بعد معلوم شد که نه نکشتن. اون موقع گفتن 80 نفر کشتیم، بعد معلوم شد نکشتن. بعد گفتن زخمی کردیم، بعد معلوم شد زخمی ها از ایناست که مثلا سرباز آمریکایی گفته این حمله باعث شده من اعصابم به هم بریزه، تقاضای مرخصی اینا کرده، باعث شد که واژه فیک الاسد اختراع بشه در تمسخر جمهوری اسلامی. الان هم همینطوره، این ویدیوها رو موقعی که میذارن بعد معلوم میشه غیر واقعیه، خب آسیب میزنه به جمهوری اسلامی. و جالبه که از خود سپاه شروع شد. من موقع رسیدم به دفتر اینجا برای که برای این برنامه بیام، هنوز موشک‌ها نرسیده بودن، ولی موقعی که خونه حرکت کردم بیانیه سپاه منتشر شد که ما با موفقیت اصابت کرده موشک‌ها. یه ساعت بعدش که من رسیدم دفتر ایران اینترنشنال همه موشک‌ها نرسیده بود. بنابراین از خود سپاه همین شروع میشه. در واقع عملیات روانی و جنگ روانی پایه چیزیه که بهش میگن جنگ روایت‌ها. در نهایت در یه جنگ اونی پیروزه که بتونه جنگ روایت‌ها رو ببره. و به نظر میاد اگه کسی با دروغ بخواد این کارو بکنه نمیتونه، باید حرفه‌ای باشه. یه نمونه عالی از این حرفه‌ای‌گری مربوط به جنگ جهانی دوم نمونه چرچیله. میگن چرچیل نخست وزیر انگلیس، آلمانی‌ها شروع کردن یه شب به جای بمب کلی اطلاعیه ریختن رو لندن که ما فردا چنین بمبارانی می‌کنیم، پدر عمتون رو در میاریم. خیلی‌ها به هیتلر، به چرچیل گفتن که مردم می‌ترسن. چرچیل گفت که کاری نداره، اعلام کرد پشت رادیو که این اطلاعیه که آلمانا فرو ریختن، این بعد از جنگ احتمالاً یه سند خیلی مهمی میشه تو هر خونه و فیکش هم منتشر خواهد شد. هر کی میخواد اصل باشه ببره شهرداری محل براش مهر کنیم که تو سنده خانوادگی نگه داره. بلافاصله اثرش از بین رفت. ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه با دروغ میتونه این کارو بکنه، که نمیشه. مثلا 331 موشک شلیک کردن و پهپاد، 110 تا موشک زمین به زمین، 36 تا موشک کروز، 185 تا پهپاد. یه مجروح بر جای گذاشته. اسرائیل 6 تا موشک از جولان زد، 7 تا فرمانده سپاه رو کشت. بعضی موقع با این عددسازی ها دو طرف میان با هم، سپاه میگه من پایگاه اسرائیل رو زدم، اسرائیل میگه 331 موشک زدی، یه نفر مجروح داشته. یه مقدار هم این هست. و در نهایت چیزی که میتونم بگم، با این روشی که جمهوری اسلامی رفته تبلیغات بیخود، سه تا سامانه نظامی که خیلی روش حساب میکرد هیمنش فرو ریخت. فکر میکردن توان موشکی پهبادیشون خیلی قویه، 331 زدن یه مجروح داشت، هیمنش فرو ریخت. میگفتن سامانه یک پارچه پدافند داریم، شبی که تحت فشار قرار گرفت زد هواپیمای خودی مسافربری رو انداخت پایین، هیمنش فرو ریخت. 10 سال همیشه میگفتن سامانه یک پارچه پدافند غیر عامل داریم، ولی 2 بار سامانه پمپ بنزیناشون هک شد، هیمنش فرو ریخت. به نظر میاد خیلی از چیزایی که جمهوری اسلامی میگه تبلیغات افسانه است، مثل اشراف اطلاعاتی که میگن در شرق کشور داریم هر روز اونجا بمب‌گذاری میشه یا حمله میشه. اشراف اطلاعاتی هم وجود نداره. ممنونم از تو همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ما.